آمریکایی‌ها با شلیک یک تیر در مغز اسامه بن لادن در پاکستان به زندگی او پایان دادند. باراک اوباما آن را اجرای عدالت نامید. ولی آیا کشتن مردی که چنان تحت تعقیب بود واقعا شروع است بر پایان تهدیدهای تروریستی جهادگرا؟ این چه پیامدی برای ثبات دراز مدت در افغانستان و پاکستان خواهد داشت؟ سه مهمان امروز من نقش‌های مهمی را در امنیت ملی در پاکستان، آمریکا و بریتانیا ایفا کردند. آیا واقعا کشتن بن لادن جهان را امن‌تر خواهد کرد؟ به برنامه هارد تاک خوش آمدید. جنرال سر مایک جکسون اینجا در استودیو، جنرال اسد دورانی از ابوظبی و همینطور دیوید ورمزر از واشنگتن دی سی. آقایان خوش آمدید. اسد دورانی با شما شروع می‌کنم. در اوایل دهه 1990 شما رئیس ISI سازمان اطلاعاتی پاکستان بودید و سمت‌های ارشد دیپلماتیک هم در حکومت پاکستان داشتید. آیا به نظر شما امکان داره که حکومت شما از عملیات فوق‌العاده نیروی ویژه آمریکا در حمله به محل زندگی اسامه بن لادن در پاکستان بی اطلاع بوده باشه؟ این امکان هست که آنها به اطلاع بوده باشند، ولی به احتمال خیلی زیاد اطلاع داشتند. مخصوصا تا جایی که با ISI مربوط است، آنها اطلاعات از حضور بن لادن داشتند. و در مورد خود عملیات هم امکان ندارد که این حمله بدون دست داشتن نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفته باشد. حداقل در بعضی از مراحل آن و شاید هم در مراحل آخری. به هر حال نشانه ها حاکی از آن است که آنها هم درگیری عملیات بودند. با آنها گفته شده بود و آنها در مواضع خود بودند. افسران ارتش در دفاتر خود آماده بودند. نیروهای امنیتی پلیس و ارتش در اطراف آن منطقه رفت آمدها را زیر نظر داشتند. هلیکوپترهای پاکستانی هم در آسمان بودند. ولی در مورد اطلاع و آگاهی مقامهای پاکستان احتمالش است که همه آنها در جریان همه جزئیات نبودند، ولی گروهی کوچک حتما خبر داشتند و هدف این بوده است که در زمان مناسب همکاری کنند. اگه جریان آنطوری است که شما فکر می‌کنید، پس چرا حکومت پاکستان حقیقت رو نمیگه؟ بله، سوال بسیار خوب است. به دلیل پیامدهای سیاسی آن در خود پاکستان. اولا اگر آنها بگویند که در عملیات دست داشتند، بخش نسبتا بزرگی از مردم پاکستان خیلی ناراحت خواهند شد. نه به خاطر اسامه بن لادن، بلکه به خاطر اینکه فکر میکنند که پاکستانی ها با آمریکایی ها در چنین عملیات همکاری کردند. از طرف دیگر اگر آنها بگویند که اصلا دست نداشتند، پس نیروهای امنیتی پاکستان می توانند به دلیل بی‌کفایتیشان سرزنش شوند. اینکه خارجی ها توانستند از صدها کیلومتر دورتر وارد کشور شوند و به منطقه مثل ابتاباد بروند و چنین عملیات را انجام بدهند. یعنی در این حالت هم آنها یا اصلا اطلاع نداشتند، یا اگر اطلاع داشتند قادر نبودند در مقابل آن کار بکنند. با در نظر گرفتن همه این نکات، بیانیه حکومت مبنی بر این که در این عملیات دست نداشته است عمل عاقلانه بوده است. با این ترتیب مردم می توانند با توجه به میزان اعتباری که برای این حکومت قائل هستند نتیجه دلخواهشان را بگیرند. دیوید ورمزر، شما البته که در دولت جورج دبلیو بوش مشغول به کار بودید و سالها مشاور ارشد دیک چینی بودید. اینجا اسد دورانی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات پاکستان رو داریم که میگه به نظر او پاکستان در مورد عملیات آمریکایی ها حقیقت رو نمیگه و اینکه این یک عمل عاقلانه است. این به نوعی توصیف یک رابطه بسیار کژدار و مریضه، اینطور نیست؟ بدون شک اینطوره، ولی فکر نمی کنم که این روش درستی باشه. من شخصا وجود میزانی از شفافیت رو ترجیح میدم. ولی فکر می کنم اون چه که جنرال دورانی گفت درسته. در مورد این حقیقت که ISI یا عواملی از حکومت، شاید خود زرداری نه، ولی حتما بعضی عناصر حکومتی حداقل یک آگاهی مختصری از جایگاه بن لادن در پاکستان داشتن، ولی عمدن اونو پیگیری نکردن.
و این یه مسئله استراتژیک خیلی مهمیه که بر سیاست‌های آمریکا در ارتباط با پاکستان در ماه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. یعنی شما میگید که مسئله اصلی این نیست که پاکستانی‌ها از عملیات آمریکایی‌ها اطلاع داشتند، بلکه اینه که مقام‌های پاکستانی خبر داشتند که بن لادن احتمالاً چندین سال اونجا حضور داشته. بله، اگرچه معلوم شد که پاکستان از عملیات آمریکا خبر داشت، رسمی یا غیر رسمی و همکاری‌های کرده. همونطور که جنرال دورانی گفت، نیروهای امنیتی منطقه رو زیر نظر داشتند و مردم محل رو از منطقه دور نگه داشتند تا به نیروهای آمریکایی امکان بدن که بدون اختلال در عملیات وارد منطقه و از اون خارج شن. خب این همکاری به دولت آمریکا در سیاستش در ارتباط با پاکستان در آینده کمک خواهد کرد. I'm sure that the Pakistani government now has to think through many different things. مطمئنم که حکومت پاکستان باید ملاحظات زیادی رو در نظر بگیره، هم در سیاست‌هاش در داخل افغانستان و هم در رابطه‌اش با آمریکا. اگه پاکستان اذعان کنه و نشون بده که به آمریکا در عملیاتش کمک کرده، خب این میتونه به حفظ رابطه‌اش با آمریکا کمک کنه. چون در هر حال این نکته اصلی هنوز برای آمریکا مطرحه که به وضوح عناصری در پاکستان هستند که حضور بن لادن در این کشور رو تحمل کردن. اسد دورانی، شما بفرمایید. از آن خبر داشتند، ولی قرار نبود است که تمام مدت آن را کاملا سری و مخفی نگه دارند. اگر به تاریخ نگاه کنید، می‌بینید که در زمان مناسب پاکستان این اطلاعات را در اختیار آمریکا می‌گذاشت، مثل کمک به دستگیری خالد شیخ محمد. At an opportunity where someone like Osama bin Laden is to be now, you know. برای فاش کردن محل بن لادن هم زمانش رسیده بود. بسته به ارزیابی که حکومت و ارتش پاکستان از زمان مناسب آن داشته است. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا تحلیل شما درست از آب در میاد. جنرال سر مایک جکسون، شما رئیس ستاد ارتش بریتانیا در زمان درگیر شدن بریتانیا در جنگ افغانستان بودید. شما افغانستان و البته پاکستان رو هم خیلی خوب میشناسید. سالها با فرماندهان نظامی پاکستان در ارتباط بودید. آیا این به ذهن شما خطور نکرده که اینجا یک مشکل اساسی وجود داره؟ ظاهرا همه بر این باورند که عده‌ای در داخل حکومت پاکستان یا حداقل در داخل سازمان اطلاعات پاکستان مطمئنن خبر داشتن که اسامه بن لادن در ابتاباد زندگی میکرده، ولی هیچ اقدامی در این راستا نکردند. حتی احتمالا این اطلاعات رو مخفی نگه داشتند و به آمریکایی‌ها نارو زدند. این سوال خیلی به جز سو، من جواب آن را نمیدانم. ولی بسیاری از ناظران فکر می‌کنند این مرد که 10 سال از تحت تعقیب است و ظاهراً برای چندین سال در چند صد متری یک آموزشگاه نظامی پاکستان زندگی کرده، خیلی به اعتبار پاکستان لطمه زده. ولی لازم است به این نکته توجه کنیم که حکومت پاکستان چندین دهه از تحت شرایط حساس ژئوپلیتیکی بوده و خیلی با احتیاط عمل کرده. یعنی در این بخش حساس و مسئله دار جهان که بعد از حملات 11 سپتامبر بر حساسیت و مشکلان اضافه هم شده است. با توجه به این نکته که پاکستان تحت شرایط حساس با احتیاط عمل کرده، هیچگاه به ذهن شما خطور کرد که نمیتونید به حرفاشون اعتماد کنید؟ جواب این سوال برای من خیلی سخت است. من هیچ دلیلی ندارم که فکر کنم در گفتگوهای زیادی که با فرماندهان ارشد پاکستانی داشتم به من دروغ گفته شده. معنی اصلی سوال شما هم همین است. البته همینه. من چون این برداشتی نداشتم، ولی نمیتوان گفت که دروغی بود یا نبود، چون من این را نمیدانم. هر سوی شما آقایان از شرایط حساس پاکستان و عمل کرده با احتیاط حکومت اون میگین و اینکه پاکستان همیشه تحت فشار بوده، مخصوصا روی صحبتم با شماست دیوید برمزر. چطور برای آمریکا ممکنه که یک رابطه کارآمد با چنین حکومتی داشته باشه؟ شما گفتید که از زمان کشته شدن بن لادن فشارهای سیاسی در آمریکا بیشتر شده. برای مثال آمریکا متعهده که ظرف 5 سال آینده 7.5 میلیارد دلار به حکومت پاکستان بده. شما فکر میکنید این تعهد عملی خواهد شد؟ در حالی که سناتورها در مورد پاکستان میگن، نقل میکنم، دو دوزه بازی کرده. Well, it is
I would say it's very disturbing sign for the relationship with Pakistan. این نشونه بدگمانی و بی‌اعتمادی زیاد آمریکا در رابطه‌اش با پاکستانه. به طوری که می‌بینیم کمیته نیروهای مسلح سنا سناتور کارل لوین در حقیقت گفته که پاکستان همین حالا باید جواب بده. In other words, the issue cannot easily be brushed aside. به عبارت دیگه به همین راحتی نمیشه از این موضوع گذشت و انتظار داشت که در چند ماه آینده همه چیز مثل سابق و به طور معمول پیش بره. پس این موضوع در رأس مسائل مطرح خواهد شد و در این روند توضیحات و تفاصیلی ارائه خواهد شد. دلیلی وجود نداره که فکر کنیم آصف زرداری شخصا به ما دروغ گفته یا قبلا پرویز مشرف به ما دروغ گفته بود. ولی دلایلی هست که نشون میده اونها کنترل کامل بر ساختار حکومتی ندارن و این برای همه ما نگران کننده است و موجب بی‌اعتمادی به پاکستان. That is a very disturbing phenomenon altogether. پس این سوال مطرح میشه که از این به بعد چه سیاستی رو در قبال پاکستان در پیش بگیریم؟ آیا اونها رو در تنگنا و تحت فشار قرار بدیم یا با اونها کار کنیم و در تنگنا قرارشون ندیم؟ فراموش نکنیم که پاکستان کشوری با قدرت سلاح هسته‌ایه و این مسئله مهمیه. ما باید با دقت خیلی زیاد سیاستمون رو انتخاب کنیم. من مطمئن نیستم، ولی اگر واقعا حکومت پاکستان نمیتونه همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه، این خودش یک سری ملاحظات ناخوشایند و پیش رو میگذاره. از طرف دیگه اگه اونها اطلاع داشتن و کنترل هم داشتن، خود این یک سری ملاحظات ناخوشایند دیگر رو پیش رو میگذاره. هر کدوم که باشه باعث نگرانی و بی‌اعتمادیه. اجازه بدهید در مورد زمینه‌های ایجاد شرایط کنونی توضیحی بدهم. نباید فراموش کنیم که رابطه طولانی نیمه دشمنی بین پاکستان و هند وجود دارد و بیشتر رفتارهای خارجی پاکستان را میتوان با این منشور دید. کشمیر هنوز موضوع اختلاف شدید پاکستان و هند است که در سال 2003 دو کشور را تا آستانه جنگ کشاند. همونطور که شما میگید، هند و کشمیر برای پاکستان یک مسئله است. همینطور موضوع افغانستانه که مسئله دیگه پاکستانه. تا چند لحظه دیگه در این مورد صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از اون اسد دورانی در مورد همین نکته که آیا حکومت پاکستان کنترل امنیت و اطلاعات کشور رو در دست داره یا نه. اگر نه، مطمئناً عبارت حکومت ناموفق در موردش صدق خواهد کرد. I think before we go overboard with our conclusions, we probably are ignoring one of the very elementary. قبل از اینکه در نتیجه گیری خود اینطور اغراق کنیم، بهتر است به این نکته توجه کنیم که ما داریم یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین قوانین بازی در سیاست را نادیده می گیریم. اگر کسی فکر می کند که پاکستان و آمریکا در شرایط 10 سال گذشته نسبت به هم کاملا شفاف و مستقیم و منصف بودند و اینکه طرفین به دو دوزه بازی همدیگر سوء ظن نداشتند، مسلما این بازی را درک نخواهد کرد. در این بازی نمی شود کاملا رو بازی کرد. کارت هایی است که نشان می دهید و کارت هایی است که مخفی می کنید تا در زمان مناسب از آن استفاده کنید. هم آمریکا و هم پاکستان در زمان خودش اقدامات را انجام دادند که برای دیگر درد سر ساز بوده است. احتمالا پاکستان به دلیل موقعیتش بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است. ولی این روش درست بازی است. ولی در مورد مسئله اعتماد، روابط بین الملل بر اعتماد استوار نیست، بلکه بر منافع مشترک و تغییر منافع در مسائل مشخص و خاص استوار است. و در این موارد خاص هم تضاد منافع و تغییر در اهداف استراتژیک مطرح بوده است. آقای دورانی، شما پیچیدگی مسائل را خیلی خوب توضیح دادید، ولی جواب شما به این سوال چیه؟ فکر می‌کنید آیا در این برهه از زمان حکومت زرداری و گیلانی کنترل عناصر و عوامل متنوع سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به ویژه ISI را در دست دارند؟ بله یا خیر؟ من مطمئنم که آنها به هم اعتماد دارند. معمولاً اینطور است که در بعض سطوح تظاهر به بیطلایی میکنند و فکر میکنند که این تظاهر سودمند است. تا چند لحظه دیگه در مورد مسئله پاکستان و افغانستان صحبت خواهیم کرد، ولی اول میخوام در مورد پیامد کشته شدن بن لادن و جنبه های زیاد این پیامد صحبت کنیم. اول ببینیم که دیدگاه آمریکا در این مورد چیه. دیوید مرمزر، شما سالها در دولت جورج دبلیو بوش فعال بودید و خیلی به دیک چینی نزدیک بودید. In the months after Obama won the election and made some چند ماه پس از اینکه اوباما به ریاست جمهوری رسید و چند تغییر برنامه‌ریزی شده در بعضی از سیاست‌ها رو دنبال کرد، مثل بستن زندان گوانتانامو یا منع استفاده از الغای حس غرق شدگی یا به اصطلاح تکنیک‌های پیشرفته شکنجه، دیک چینی باراک اوباما رو متهم کرد که امنیت ملی آمریکا رو به خطر میندازه. فکر می‌کنید که حالا او یک عذرخواهی به اوباما بدهکاره؟ نه، فکر نمی‌کنم که اون عذرخواهی به اوباما بدهکاره.
اولا این یک بحث سیاسی موجهه و به طوری که از این عملیات آمریکا برمیاد، این احتمال هست که بعضی از همین بازجویی ها که مورد انتقاد رئیس جمهوری باراک اوباما و اساس انتقاد او از دولت قبلی بود، اطلاعاتی رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته که نهایتا به مرگ بن لادن انجام میده. یعنی شما دارید میگید که این ثابت میکنه شکنجه تاثیر داره؟ واژه شکنجه رو به کار نمیبرم. من میگم وجود این بازداشتی‌ها در گوانتانامو یا جاهای دیگه، اگه جای دیگری باشه و بازجویی از اونها باعث بروز اطلاعاتی حیاتی شد و اگر ما از کانال دادگاهی مدنی عمل میکردیم، بسیاری از این اطلاعات به دست نمیومد. من طرفدار شکنجه نیستم. باید صحبتتون رو اینجا قطع کنم. جنرال سر مایک جکسون، دولت بریتانیا و حداقل مردم بریتانیا موضع بسیار روشنی علیه تکنیک‌های پیشرفته شکنجه که در آمریکا استفاده میشه اتخاذ کردند. آیا شما این ادعای دیوید ورمزر رو قبول میکنید؟ بستگی به تعریف شکنجه دارد. در این مورد مسلماً تعریف حکومت آمریکا از شکنجه با تعریف حکومت بریتانیا متفاوت است. به همین دلیل دو کشور در این مورد هیچ وقت موضع واحدی نداشتند. ولی نکته اینجاست که دیوید ورمزر از واشنگتن درست یا نادرست میگه که بعضی از اطلاعاتی که نهایتاً منجر به مرگ بن لادن شد، احتمالاً از طرف زندانیان گوانتانامو که مورد این نوع تکنیک‌های بازجویی پیشرفته قرار گرفتن اومده. آیا میتوان نتیجه گیری کرد که حذف این روش اونطور که اوباما تصمیم داره کار اشتباهی خواهد بود؟ موضع حکومت بریتانیا در این مورد کاملا روشن و واضح است و من به عنوان کارمندی که تا همین اواخر در خدمت دولت بریتانیا بودم، موضع من هم در این مورد در همان راستا خواهد بود. امکان ندارد که این اطلاعات از گوانتانامو یا باگرام کانجا هم این نوع شکنجه ها اعمال شده است آمده باشد. یعنی هدف ردگم کردنه. نه، این افراد ممکن نیست که دانسته باشند اسامه بن لادن در 10 سال آینده کجا می بوده است. این موفقیت مستلزم کار بسیار مداوم دقیقی بوده است که اگر نه سالها، حتما ماها همه چیز را کنترل و ردیابی کردند تا نهایتا رد او را پیدا کردند. این زندانیان نمی توانند این اطلاعات را داده باشند. دومین که در مورد مسئله شکنجه، ممکن است که شکنجه در کوتاه مدت عمل کند، ولی نهایتاً باعث بروز اطلاعات غلط می شود. من فکر می‌کنم این درست نیست. فکر می‌کنم که در مورد رابط و پیک‌های بن لادن، اینکه چه کسانی بودند و ردیابی مسیر این پیک‌ها، همه این کارا خیلی طولانی بوده که از طریق بازجویی از زندانی‌ها صورت گرفته. من اصلا نمیدونم که آیا این تکنیک‌های پیشرفته تأثیر داشته یا نه. من چندان طرفدار این نوع روش نیستم، به دلیل اینکه فکر می‌کنم افراد تحت شکنجه حاضرن به هر چیزی اقرار کنن به این امید که به شکنجه پایان بدن و به این روش نمیشه اطلاعات درست گرفت. ولی بعضی از این بازجویی‌ها، البته من هیچ وقت نمیتونم بگم که تحت تاثیر تکنیک‌های پیشرفته بوده یا نه، ولی بعضی از این بازجویی‌ها و اطلاعاتی که از زندانیان گرفته شده به ردیابی پیک‌ها کمک کرده. نکته مد نظرتون رو گرفتم. شما معتقدید که امکانش هست که بعضی از این اطلاعات خیلی مهم از زندانی‌ها به دست اومده باشه. حالا می‌خوام به آینده نگاه کنیم. با توجه به اینکه تفکر جنگ با تروریسم در پیش گرفته شد و با توجه به نظرات پرهیجانی که در 24 ساعت گذشته شنیدیم مبنی بر اینکه مرگ بن لادن نقطه عطفی است در روند جنگ علیه تروریسم، البته اگه چنین مفهومی رو بپذیرید، پس معنیش اینه که جنگ علیه تروریسم برنده شده. اسد دورانی، با مهارت تخصص شما در زمینه امنیت، آیا فکر میکنید این صرفا فکر خیلی خامی است یا نه؟ If I have understood anything about this organization called Al-Qaeda. با شناختی که من از سازمان به نام القاعده دارم، با حذف اسامه بن لادن تغییر زیاد حاصل نخواهد شد. این تغییرات می توانند منفی باشند، یعنی در واقع به سازمان القاعده کمک می کند تا در این فاصله آنطوری که گفته می شود بیشتر غیر متمرکز شود و شاخه های بیشتری تولید کند. ولی اگر امکان یک تغییر مثبت هم باشد، این است که بعد از حذف بن لادن، هدف اصلی برای آمریکایی‌ها در افغانستان به دست آمده است و یک استراتژی جدی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان عملی است. اینجاست که می‌شود گفت تغییر ایجاد شده است.
ولی اجازه بدهید که باز بگویم که آمریکا چنان عمیق در افغانستان درگیر شده است و قبل از اینکه بتواند از افغانستان خارج شود خیلی کارهاست که باید انجام بدهد. جنرال سر مایک جکسون شکی نیستش که یک نوع امید سمبولیک به وجود بن لادن بود که حالا دیگه نیست. ولی حقیقت اینه که رئیس ستاد ارتش بریتانیا میگه که تهدیدات اصلی الان از یمن میاد، از سومالی، از مغرب. این بیشتر مسئله گسترش جغرافیایی آن است تا مسئله سازمان. هنوز سازمان القاعده است که در این مکانها حضور دارد. بله، ولی شایدن غیر متمرکز شدن و بن لادن دیگه نقش فرماندهی کل رو نداشت، پس دیگه نبودنش اهمیتی داره. ظاهرا هنوز رابطه و پیکایش در رفت و آمد بودند و هنوز نقشی به عنوان فرمانده و رهبری متمرکز داشت، ولی فکر می کنم که بیشتر مسئله سمبولیک بودن او بود و حالا هم از بین رفتنش. احتمالاً شاهد عکس‌العمل‌ها و انتقام‌هایی خواهیم بود، ولی به نظر من این فقط یک مسئله تاکتیکی است. ولی در مورد پیامدهای استراتژیک باید گفت که عزیمت او از این هرج و مرج به اضافه آنچه که ما اکنون در مغرب و بخشی از خاورمیانه شاهد آن هستیم، یعنی این موج اعتراضات مردمی است که مهم است. مردم این مناطق به عقاید دیوانواری که بن لادن خود را نماینده آن می‌دانست نمی‌گویند. دیگر زمان او گذشته است. مطمئنم که هنوز به پایان کار القاعده نرسیده ایم، ولی از نقطه نظر استراتژی تاس بازی علیه آنهاست. شما نظر بسیار خوشبینانه ارائه دادید از اونچه که بهار عرب نامیده شده. بله، من خوشبینم. اجازه بدید نقل کنم از انور الالقی، رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان، گفت که برادران مجاهد ما در تونس، مصر، لیبی و بقیه کشورهای مسلمان دوباره فرصت این رو پیدا می کنن که بعد از 3 دهه اختناق دوباره نفس بکشن. صریحا به این علت که هر جور مرج سیاسی در این کشورها فرصتی رو به وجود آورده که القاعده حتی اگه محبوب هم باشه میتونه از این فرصت استفاده کنه. خب ممکن است چنین قصدی داشته باشند و سعیشان را بکنند، ولی من فکر نمی کنم و امیدوارم که شرایط برای آنها مناسب نباشد. دیوید وبزر، نظر شما چیه؟ اجازه بدهید. چون پایه و اساس جنبش‌های مردم عرب الهیات تعریف شده نیست، الهیاتی که بن لادن معرفی کرد. خب بهار عرب به نظر من یک لحظه است، نه یک جنبش. ولی جنبش زیر پوسته‌ای هست و بسته به استراتژی و نوع مانور این حرکت‌ها داره و نهایتاً اینها به اضافه نوع جامعه اونهاست که تعیین می‌کنه هر حرکتی در هر کشوری چه معنی داره. در مورد کشورهایی مثل سوریه و ایران فکر می‌کنم که معنی مثبتی داشته باشه، اونم به دلیل اینکه مردم این کشورها از ماهیت ایدئولوژیکی حکومت‌هاشون دیگه خسته شدن و جونشون به لبشون رسیده. ولی در مورد مصر من خوشبین نیستم. About the threat from bin Laden's remnant organization, I think basically Al-Qaeda as we knew it was destroyed. ولی در مورد تهدید از طرف بقایای سازمان بن لادن فکر می‌کنم اصولاً القاعده‌ای که ما می‌شناسیم در اکتبر 2001 منهدم شد و در 2002 و 2003 این مراحل پخش و پراکندگی اون شروع شد. و بعد از اون شاهد بودیم که حکومت‌های در منطقه سعی کردن تا اندازه‌ای از بعضی از عناصر و عوامل میانه‌روتر القاعده بهره برداری کنند. همونطور که در دهه 1960 سازمان آزادی بخش فلسطین تقسیم شد و به لایه‌های متعددی تجزیه شد. ببخشید که صحبت رو قطع میکنم، دیگه فرصت نداریم. قبل از پایان بحث باید به طور خلاصه در مورد افغانستان هم صحبت کنیم. یک مکتب فکری هست که میگه حالا که آمریکایی‌ها به هدف خودشون در حسب اسامه بن لادن رسیدن، باراک اوباما راحت‌تر میتونه یک برنامه خروج مؤثر و سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان رو شروع کنه. فکر میکنید که این عملی هست و تاثیر داره؟ اسد دورانی. بله، امکانش هست، چون اگر این استدلال مورد قبول قرار بگیرد و اگر این استدلال با استراتژی مناسب ترکیب شود، بله امکانش هست. ولی همانطوری که قبلا هم گفتم، درگیری آمریکا در افغانستان چنان عمیق و پیچیده شده است، یعنی تعداد گروه‌های فشار چنان زیاد شدند، مانند سازمان‌ها و افسران آمریکایی که منافع خودشان در افغانستان را توسعه دادند. برای آمریکا کار آسان نخواهد بود، ولی هنوزم عملی است.
من موافقم و آرزو میکنم که از این استدلال به درستی استفاده بشود. یعنی شروع خوبی برای خروج آمریکا باشد. نظر شما جنرال سر مایک جکسون چیه؟ شما شاهد بودی که عده قابل توجهی از سربازان شما کشته شدند و در جنگ علیه طالبان و بر سر افغانستان جان گذاشتند. آیا زمان اون رسیده تا به این جنگ پایان داده بشه؟ به نظر میرسه که القاعده در افغانستان دیگه حضور نداره. و هنوز مردان بریتانیایی زندگیشون رو از دست میدن. آیا زمانش رسیده که بریتانیا و آمریکا واقعا به جنگ افغانستان پایان بدن؟ رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا تاریخ‌هایی را اعلام کردند برای تحویل مسئولیت حفظ امنیت و ثبات به خود نیروهای افغانستان. البته ظرف 4 سال و سربازا هم هر هفته جونشون رو از دست میدن و افغان‌های زیادی هم کشته میشن. ولی باید این نکته را روشن کرد که وضعیت سیاسی و نهایی افغانستان قرار است چه باشد. مرگ بن لادن این شرایط را کامل نخواهد کرد. ما باید در جستجوی یک افغانستان با ثبات باشیم و یک افغانستان که با همسایگانش هم در صلح باشد. ولی پیام همیشگی این بوده که ما در افغانستان هستیم تا مطمئن بشیم که 11 سپتامبر دیگری در شهرهای غرب رو نخواهد داد. فکر می‌کنم این ماموریت اولیه بود. یعنی برگردیم به آن زمان. در واقع عکس‌العمل اولیه به حملات 11 سپتامبر بود. ولی نهایتاً هدف پخته‌تر و وسیع‌تر شد. افغانستان با ثبات افغانستان است که همه گروه ها در آن به توافق برسند. به این شکل ثبات افغانستان ممکن است. با بود یا نبود بن لادن. باید نظر دیوید ویمزر رو هم بپرسم. در مورد ثبات افغانستان فکر نمی کنم که ساختار پاکستان این امکانو بده. ساختار سیاسی پاکستانی که احتمالاً بن لادن رو مخفی کرده و پناه داده به افغانستان به عنوان حیات خلوت هند نگاه میکنه. به همین دلیل خروج آمریکا دوباره درها رو برای ظهور طالبان باز خواهد کرد و همون عوامل و عناصری که به بن لادن پناه دادن از طالبان هم حمایت خواهند کرد، چون هنوز پاکستان هند رو یک خطر استراتژیک میبینه. That was always the tension strategically and the key divergence of views. فکر می‌کنم که به همین علت سال‌ها بین آمریکا و پاکستان اختلاف و تنش استراتژیکی بر سر افغانستان وجود داشته. به همین علت خروج ما خلأی رو ایجاد خواهد کرد که می‌تونه منجر به ظهور مجدد طالبان بشه. درسته که بن لادن نیست، ولی هنوز عده زیادی از القاعده و تروریست‌های دیگه اونجا هستن که می‌تونن از این ساختار استفاده کنن. متأسفانه باید بحث رو اینجا تموم کنیم. آقایان دیوید ویمزر در واشنگتن، اسد دورانی در ابوظبی و جنرال سر مایک جکسون اینجا در استودیو، از همه شما برای حضورتون در برنامه هارد تاک متشکرم.